سلام به ویدیو جدید دیگه خوش اومدین. اگه شما هم دوست دارین چند تا موشک مثل اینا درست کنین که خیلی راحت با یه دونه فندک وقتی زیرشون بگیرین به این چند ثانیه به این صورت پرواز کنن و برن، حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین تا ساخته اینو یاد بگیرین. بزن بریم بر ساختش، لیتس گو. سلام، من آریا هستم و به ویدیو جدید دیگه خوش اومدین. امروز قراره که با این دوتا وسیله‌ای که میبینین یه دونه موشک درست کنیم و با یه تعداد کبریت و یه وسیله دیگه. این وسیله‌ای که میبینین یه دونه درب بطریه که یه دونه از این چوب‌های کبابی که از چوب بامبو هم هستن داخلش چسب خورده، چیز ساده است. فقط یه دونه از این چوب‌ها میتونین برین فروشگاه‌ها بگین چوب کباب می‌خواین و بهتون از اینا میدن. یه دونه از اینا میارین، یه نصفش می‌کنین، نصفش رو اینجا چسب می‌زنین و یه شکل دو تا از این پایه‌ها درست میشه. وقتی دو تا پایه اینجوری داشتین، حالا بعد وسیله بعدی که نیاز داریم یه ورق فویل آلومینیوم هستش و وسیله نهایی که سوخت ما هم هست کبریت که از این کبریت‌های بی خطر توکلی هستش و تمام همین وسایل نیاز داریم. اولین کاری که حالا میکنیم اینه که ما باید این فویل آلومینیوم خودمون رو به اون صورتی که الان میبینیم برش بزنیم. پایه و انتهاش یه حالت صاف مدل باشه به این صورت. این قیچی رو بزنین به این صورت، به صورت اوریب تا این قسمت. حالا این قسمت انتهایی هم به این صورت قیچی کنیم. حالت یه زوزنقه میشه به این صورت که میبینیم و حالت زوزنقه ای داره. دو تا از اینا من درست میکنم، اندازه و ابعادش هم زیاد مهم نیست. دوباره نگاه کنین، این قسمت رو من صاف میکنم و باز دوباره از همین قسمت یه برش دیگه به این صورت میزنیم و توی این قسمت هم کوتاهش میکنیم. یه شکل اینجوری باز به خودش میگیره همونطور که میبینیم. این دوتا ورق آماده است. حالا یکی بزرگتر شد یکی کوچکتر، زیاد میگم مهم نیست، شکلش مثل همین بشه. بعد از این کاری که باید بکنیم اینه که یه دونه کبریت که اونی که فکر میکنین از همه اون حالت گوگردش بیشتره که اینو همون بودن یه اندازه هم، یه دونه رو بر میداریم برای مثال این مرحبی دو تا کبریت رو بر میداریم. حالا تنها کاری که باید بکنیم این سریش رو قیچی کنیم به این صورت. این سری این کبریت رو به این صورت قیچی میکنیم و کبریت به این صورت شد و سریش رو جدا کردین. حالا میرسیم به مرحله آخر. فقط کافیه یه دونه از این پایه ها رو بردارین و به این صورت، یعنی جهتی که این اوریب پایینی باشه به این صورت قرار بدین، اوریب به این صورت باشه دقیقاً، یک سوم بالای خالی باشه همونطور که می‌بینین و یه تای کوچولو اینجوری بزنین بهش تا روی این چیه خودمون رو بگیره چوب. یه مقدار که تاش زدین، حالا فقط اون چوب دیگه مغزی گوگرد رو میاریم و روی چوب اون قرار میدیم به این صورت که می‌بینین. حالا روشو میپیچونیم و این پیچه رو ادامه میدیم تا انتها به این صورت رولش می‌کنیم به قول معروف. و حالا وقتی اینجوری شد این سریشو کاملا صفر میکنیم به این صورت تا دیگه اصلا هوای چیزی خارج نشه. این چک کنین که این به این صورت حالت شل مدل باشه. کار موشک یه جورایی تمامه و حالا میخواد که من اون یکی رو آماده کنم و بریم برای تست. خب کار موشک های ما تمامه و فقط کافیه حالا بریم برای تستشون. من یکی از اونا رو به این صورت میگیرم، فقط کافیه این قسمت انتهایشو بگیرین و یه دونه فندک یا هر شعله دیگه بیارین و توی این قسمتی که کبریت قرار دادین و آتیش بگیرین، همین سادگی. و بعد چند ثانیه موشکتون پرواز میکنه. مقدار اون کبریت رو بیشتر کنین، این مسافتی که میره بیشتر میشه. و مرسی اینجا همراه من بودین. اگر از این سر ویدیو خوشتون میاد حتما کانال من دنبال کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین و تایید و یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.